با یاد و نام خداوند متعال، هموطنان عزیز سلام. امید که در کنار کانون گرم فامیل آرام باشید و شادکام. ما و همکارانم در تلویزیون تمدن افتخار داریم که با خبرنامه مهمانتان باشیم از پایتخت همیشه زیبا کابل جان. گنبد پشه‌خانه‌ای 10 میلیون دلاری با تکنولوژی چینایی. خدمت عرض شود که جناب امر خیلی را چند پیش جناب رئیس جمهور به حیث والی ننگرهار معرفی کردن. خب دیگرش به یک طرف گویا ایشان با آب و هوای ننگرهار زیاد بلدیت نداشتن، چرا که اگر شما هم طرف ولایت همیشه بهار رفته باشید همو کورپشه هایش اولین استقبال کنندگان شما خواهد بودن. خلاص جناب امرخیل هم گویا خوب پذیرایی کرده بودن، چرا که اولین اقدام ایشان در این ولایت توزیع 2 میلیون، دقت بکنین، 2 میلیون پشه خانه به ارزش 10 میلیون دلار بوده. و صد البته گویای پشه ها انقدر ایشان به عذاب ساخته بودن که جناب امرخیل هم حساب کل جمعیت ولایت را غلط شده بود دست پیشان. این تعداد پشه خانه از سر فامیل و خانوار زیاد است که هیچ، از سر فی نفر طفل و خرد و کلان و زن و شوی هم زیادتر است، چرا که جمعیت ننگرها را اگه شما همال در اینترنت جستجو بکنید میگه که 1,701,000 نفر. خلاص البته شاید هم که نفوس ولایت در همین دوره قرنطینه خانگی بیکاری و کرونا و رشد کرده باشه دیگه. خب خیر، اگر که هر کشور دیگری هم می بود امید 10 میلیون دلار صرف ساختن یک فابریکه تولید پشه‌خانه میکرد تا هم صدها نفر صاحب شغل درآمد شود و از اون طرف هم سالهای سال مردم از شر همین کورپشه نجات پیدا میکردن. اما من فکر میکنم که اونا او رقم جناب امرخیل بابا او زیاد به عذاب کورپشه نبودن که یک چنین تصمیمی بگیرن. اما نوش جان همون تاجری که گودامش ظرف یک روز خالی شد، فکر کنید که 2 میلیون پشه‌خانه را باید میفروختین، حداقل 1-2 سال خود تال میخورد. راستی همی شروع خزان هم کورپشه پیدا میشه؟ از کورپشه تا سیلاب، از زمین تا ثریا، خدمت هر شود که بحث پیسه و مصرف دولت است. خدمت شما یک یادآوری بکنم که در حادثه 3 هفته پیش تقریبا در سیلابی که در 14 ولایت متاسفانه جاری شد، آخرین گزارش ها آمده بود که در مجموع 175 تن از هموطنان ما و شما متاسفانه کشته شده بودن و قریب به 250 نفر هم زخمی. این آخرین آمار است که اعلان شده. شما همیالم که در اینترنت جستجو بکنید از این بیشتر من خواهد پیدا نتونستم. بعد دولت الی هم لطف فرموده بودن به تمام آسیب دیدگان همو 14 ولایت برای هر فرد کشته شده گفته بودن 50,000 افغانی، قریب 700 دلار میشه و که جمع هم بکنیم میشه 122,000 دلار و برای هر زخمی هم 25,000 افغانی که معادل 300 دلار میشه، جمعاً برای کشته شده ها و زخمی ها چیزی کم 2,10,000 دلار دولت اختصاص داد. البته 1,50,000 هم فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا کمک کرده. شما بگید 2,00,000 سرجم میشه کمک دولت و اتحادیه اروپا میشه 4,10,000 دلار. ممکن جای دیگر هم کمک کرده باشن ما خبر نباشیم. فرض میکنیم که کل کمک ها به این 14 ولایت 4,01,000,000 دلار. بله دیگه، من نفهم دیگه چطور است که یک دفعه دولت سخی میشه و پیسه‌دار میشه که از خاطر کورپشه 10 میلیون دلار پیدا میکنه، اما در 14 ولایت شما بگیر 1 میلیون دلار. اما دو خبر مهم از کاکای بزرگ ابرقدرت جهانگیر. خبر اولی که داعش به جای طالبان، یعنی کاغذ پیج است. خبر یک ذره کهنه است، البته نمیفهم که چرا از سوی ما و رسانه های ما چندان جدی گرفتنش. چند روز پیش جناب زلمه خلیلزاد نماینده امریکا بود که ایشان گفتن که بعد از صلح با طالبان احتمالاً داعش جای طالب را خواهد گرفت. بله، بعد ما و شما دل خوش کردیم به مذاکرات صلح. من هم همین سخن جناب خلیلزاد را تایید میکنم، منتها حال که ایشان تا این حد به اطلاعات و خبرهای دست اول و کاغذ پیچ دسترسی دارن، خب چه کاری است که مثل طالبان بعد از 20 سال بشینیم سر مذاکرات صلح؟ حالا که همین تنور مذاکرات صلح همونطور سرخ است، نان داعش هم بچسبانید خلاص شوه. طالبان هم یک وقتی گروه تروریستی و متهم به جنایات ضد بشری و جنایات جنگی بودن، مثل امروز همین داعش. میگم چی منتظر 20 سال بشینیم؟ بیاین ما کمتر کشته میدیم، شما هم دلارتون کمتر به آب میره. یک توصیه هم به مردم عزیز، بلخص بزرگوارای فعال در رسانه‌های اجتماعی اینترنتی، که تا این حد بدبین نباشین. خوب نیست این رقم کاریکاتورها را نشر میکنید، جناب ترامپ و طفلک داعش و پرچم افغانستان.
زیاد از حد بدبین شدیم فکر میکنم. انشاءالله که داعش است. بله، خبر دوم از سفارت آمریکا در کابل که امروز از حملات احتمالی به اهداف مختلف در افغانستان هشدار داد و گفتند که این حملات علیه زنان کارمند در نهادهای ملکی و دولتی به شمول معلمین، فعالان حقوق بشر و کارمندان ادارات دولتی خواهد بودن. بله، اما چه کنیم که زبان الکن و واژه ها قاصرند در توصیف این مهربانی و این لطف، این دایه مهربانتر از مادر برای مردم افغانستان. زنده باشه کاکای کلان که با ای که گلیم خود از افغانستان جمع کرد رفت، اما دل سوزی خود به ما مردم فراموش نکردن. خلاصه با توجه به خبرهای قبلی جناب خلیلزاد که گفته بود داعش جای طالب میایه، اگر که کدام حمله انتحاری و بم انفجاری شد، زیاد هم پشت طالبان نگیرید، انشاءالله که داعش است. مارک سر زرخابی دژدر میشه. گویا یک گزارش بسیار محرم از سازمان ناتو درس کرده که گفتن که عواید طالبان در سال گذشته به 1,600,000,000 دلار رسیده که این مبلغ شامل 464 میلیون دلار از معادن بوده، 416 میلیون دلار هم از مواد مخدر، 420 میلیون دلار از صادرات، من نمی‌فهمم چی صادر کردن، 160 میلیون دیگه هم از عشر و زکات گرفتن و 80 میلیون دلار دیگه هم از معاملات جایداد بعد ساوردن. نوش جانشان، هر کسی که ناخون داره گفت که حلوا می‌خوره. مقصد یک گپ برای دولت علیه جمهوری اسلامی افغانستان داریم که اینا حالا که طالبان به خودکفایی مالی رسید، میشه که در مذاکرات کدشان به نتیجه رسید؟ فکرتان باشه که ماری که سر زر خوابیده باشه کم است که اژدها شده. از غیرت افغانی تا دستور اسلامی. بله، خبر شدید که رئیس صاحب جمهور تعدیل در قانون ثبت احوال و نفوس و ذکر نام مادر را در تذکره‌های من توشیح کردن. خب تبریک البته باید گفت به تمام مادران و حتی او ده از همون مادرهایی که خودشان تذکره ندارن. بر صورت این خوشحالی جمعی مردم بلخص نسل جوان یک طرف قضیه بود، از او طرف احساسات برخی را بسیار خدشدار کردم این نام مادر در تذکره. ببینید، البته دوستان لطف کنن اما ادب سخن گفتن را از ایشان اصلاح بکنن، کمی عفت کلام بیفزایید خواهشان. ببینید داغه د مور نوم دی په تذکره کې نه دی کتیری دا دواره د افغانانو د پاره د ملت د ولست لپاره بې ننګي او د مور نوم ذکر کول دا بې ننګي ده. زه فکر کوم چې ډېر افغانان به دا د مور نوم ور نه کړي چې هغه دوی په تذکره کې دا په دغه کې پاس شوې ده دا خبره په کابینه کې خو پارلمان ته ځي. بله، بخشش باشه که همون لفظی را که ایشان برای کسانی که نام مادرشان در تذکرهشان می آمد به کار بردن حذف کردیم، خب بدآموزی داشت که البته ازشان بعید بود. خب بر صورت، اما از او طرف هم جواب خودش مردم برش دادن برخی از بزرگوارا. ببینید، بارم شوهرات میگه هر کس نام مادر میگی بوسه بیادمی ما تو هستی نام مادر همی خدا خدا گفته که جنت به زیر پای مادر است، گفته یا نگفته؟ تو علی خدا گپ زدی تو پس تو چرا به خدا توهین میکنی؟ به یک مادری که طفل در بطن خود نگاه کرده، شیر داده، کلان کرده، به او کلمه یاد داده، به او عدالت یاد داده، سور میگی تو چی هستی؟ بله، حال چه کنیم با حضرت عیسی علیه السلام که به نام مادرش عیسی ابن مریم در قرآن یاد شدن، یا حضرت رسول مکرم اسلام که همه میدانیم نام مادرشان آمنه است و مادر رضاییشان هم حلیمه بودن، نام خانومشان هم که همگی میدانیم خدیجه. خلاصه اسلام داریم تا اسلام. اینی رو میگن غیرت. بله، بحث سر غیرت بود، اون هم از نوع افغانیش، اما ببینیم که غیرت دیگه کشورها سر چه چیزهایی است. یک تصویر تقدیم شما میکنیم از آلفا کندی رئیس جمهور گینا که ایشان به دلیل اختلاس وزیرش از همین پیسه مجادله با کرونا براشفته شدن، او هم چه رقمی براشفته. ببینید،
از اینکه با برنامه خودتان همراه هستین سپاسگزار هستیم. با فیسبوک از محمد رضا فیاض شروع میکنیم که نکته مهمی را اشاره کردن و خطاب به رسانه ها و خبرنگاران محترم گفتن که مهم است که امر مهم و استراتژیک پیام رسانی و موج سازی رسانه ای مد نظر خبرنگاران محترم قرار گیرند. فعلا بخش اعظم گزارش های رسانه های کشور ناخواسته به نفع طالبان تمام شده و تا این جای کار این گزارش ها آبی بوده به آسیاب این گروه. حتی رسانه‌هایی که داعیه‌دار خبررسانی و نفوذ رسانه‌ای هستند نیز از این امر مستثنا نبودند به گفته جناب فیاض، اما در پایان هم گفتند که محتوا و جهت کلی گزارش‌ها باید طرح مطالبات عمومی، حفظ دستاوردها و تحقق عدالت اجتماعی باشد. اما حیب‌الله حسام هم که گویا از سران بحرین و امارات که روابط خود با رژیم اسرائیل به حالت عادی درآوردن بسیار خفه بودند و با نشر کاریکاتور نوشته بودند که از اقصا تا حرمین دیروز پنهانی هم دست صهیونیسم در خون امت اسلامی غرق بودند، امروز علنی. دیروز صهیونیسم را در خاک فلسطین و مسجد الاقصا حمایت می‌کردند، امروز در بقیه سرزمین‌های حجاز و شام و حرمین شریفین هیچ تفاوت نکرده و دیروز جنایاتتان مستور بوده، امروز معلوم. و گویا جناب حسام از قصه زیاد خفه بودند و در نهایت به قصاص خون امت هم تهدید کردند. محمد علی کاوه هم نوشتند که خدا شاهد است صلح را همه دوست داریم، آرزوی صلح را هم همه در سر داریم، ولی باز هم خدا شاهد است که همه برای رسیدن به صلح تلاش نمی‌کنیم. و روح الله شخصاده هم با کنایه به توزیع 2 میلیون پشخانه در ننگرهار نوشتن که اختصاص 10 میلیون دلار جهت نصب گنبد دفاع ضد پشه‌ای با تکنولوژی چین در ننگرهار. و رسیدیم به بخش کاریکاتور تقدیم شما، منتها یک دانش عکس است، اما باور بکنید که دقیق نگاه بکنید کاریکاتور است، چرا که پایتخت کشوری که 10 میلیون دلار برای پشخانه داره اما 10 دانه تشناب عمومی را در پایتختش نداره. ببینید. از اینکه با برنامه خودتان خبرنامه همراه بودید سپاسگزار هستیم. امید که طرف توجه شما هم واقع شده باشه. وقت شما خوش.